در شمال سوریه پس از گذشت یک ماه از عملیات ارتش ترکیه، گروه‌هایی از بسیج شیعه سوریه بنا به درخواست کردها وارد افرین شدند. با این حال تهدید ترکیه تهدید کرده به عملیات نظامی خود تا از بین بردن یگان‌های مدافع خلق ادامه می‌دهد. همکارم علی جوانمردی، خبرنگار خاورمیانه‌ای صدای آمریکا، در گزارش پیشرو به تازه‌ترین تحولات در شمال سوریه می‌پردازد. ورود نیروهای وابسته به بشار اسد باعث نشده ترکیه حملات هوایی و زمینی خود به کردها در افرین را خاتمه دهد. امروز در 34مین روز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، درگیری‌های شدیدی در جندرس در حومه افرین رخ داد. همزمان حملات توپخانه‌ای ترکیه به افرین ادامه داشت. اکنون حمایت حکومت اسد از یگان‌های مدافع خلق در افرین، یعنی حمایت از نیرویی که همپیمان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا محسوب می‌شود، پیچیدگی اوضاع داخلی سوریه را افزایش داده است. سرهنگ رایان دیلن، سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، گفته افرین و غرب رود فرات جزو مناطق فعالیت نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیست. آمریکا بارها از ترکیه خواسته این عملیات محدود باشد، زیرا جنگ علیه داعش را منحرف می‌کند. درخواستی که ترکیه نپذیرفته است. نماینده مناطق خودگردان کرد در شمال سوریه که یگان‌های مدافع خلق بخشی از آن است می‌گوید انتظار دارند آمریکا مانع حملات ترکیه شود. آمریکا از ابتدا گفت که ما در غرب رود فرات اختیاراتی نداریم، زیرا منطقه تحت کنترل روسیه است. به همین دلیل به ما کمک نکرد و تنها در بیانیه ای از ترکیه خواستن حملات خود را متوقف سازد. ولی روسیه در این عملیات ترکیه سهیم است، زیرا روسیه در این منطقه حضور داشت و می توانست از حمله ترکیه جلوگیری کند. ولی اکنون تأثیر ورود نیروهای بسیج شیعه سوریه به افرین، گروهی که حدود 5 سال پیش توسط سپاه قدس ایران تأسیس و سازماندهی شده، بر کفه جنگ نابرابر ترکیه با کردها در شمال سوریه چه خواهد بود؟ ورود این نیروها بسیار مهم است، زیرا نخست این که دروغ دولت ترکیه که میگوید در افرین تروریست وجود دارد مشخص می شود، زیرا این نیروها وابسته به ارتش سوریه هستند. مسئله دوم، دمشق برای حفظ نیروهایش وارد عمل می شود و اجازه نمی دهد ترکیه با هواپیما حمله کند. امیدواریم با ورود این نیروها مقاومت در افرین وارد مرحله دیگری شود. همکاری یگان‌های مدافع خلق در شرق فرات با آمریکا و اکنون در غرب رود فرات و منطقه افرین با حکومت بشار اسد، هر نتیجه‌ای داشته باشد تاکنون نتوانسته ترکیه را راضی کند عملیات نظامی علیه کردهای سوریه را پایان بخشد. علی جوانمردی، صدای آمریکا.